نامتان آجی محترم؟ اسم آجی محمد سرور. آجی محمد سرور، امروز در این هوای سرد آمدین به بسکشی؟ بله، آی خوشاوق ما سر هر جمعه میایم سلج میکنیم. آجی صاحب خودتان هم اسب دارین یا خیلی؟ بله داریم. هم بفهم که بز پیش کدام چوپنداز است؟ آورد فکر کنم آب. این یه دایره است، این هر کس که اینجا آورد، اینجا که رسند، اون او به اصطلاح برنده است. او کسی است که از زحمات و قوت فیزیکی و دست خود استفاده می کند و اینجا پوز به دایره می رسند. بیننده های عزیز توپ چینل افغان مایک، سلام، درود، احترامات تقدیم همه شما. امیدوارم که همه تان جور و صحت و سلامت بشین. برای فعلا شما چهره ما را نمی بینید، ما و جمشید جان باز هم در خدمت شما هستیم. از همین جاده شروع کردیم، دروازه شادیان میریم به طرف چوک ذبح الله شهید، بعد از اون میریم به چوک نور یا چهارراهی امارت، بعدش میریم به طرف چوک شم و در نزدیک چوک شم یک میدان بزکشی است. پس امروز ما قرار است به میدان بزکشی سر بزنیم و از میدان بزکشی میخواهم برای شما گزارش تهیه بکنم. امیدوار هستم که علیکم سلام. امیدوار هستم که شما هم ما را تا آنجا همراهی بکنید، ببینیم که امروز در میدان بزکشی آیا هموطنان عزیز ما به خاطر دیدن مسابقه بزکشی حضور میابند یا خیر، چون هوا خیلی سرد است امروز به واقعیت، اما شوق و علاقه چیزی است که نه سردی مانع آن شده میتواند و نه گرمی، خصوصا کسانی که عاشق بزکشی هستند. و در این روزا شما هم شاید بعضیتان خبر داشته باشند که قرار است بود که در کابل لیگ بزکشی برگزار شود، اما بنابر بندش راه سالنگ کسایی که در سمت شمال بودند آنها حضور یافتن نتوانستند. بنابراین لیگ بزکشی را در کابل به مدت دو هفته به تعویق انداختن. بعد از دو هفته، یعنی بعد از افتتاح سالنگ، لیگ بزکشی در کابل برگزار می شود. زمانی که لیگ بزکشی در کابل برگزار شد، همه کسایی که در بلخ است با اسبهایشان به کابل خواهند رفت و در آنجا در نمایندگی از ولایات، هر کس از ولایت خود در آنجا اشتراک خواهد کرد و چوپاندازهای مزار شریف هم به نمایندگی ولایت بلخ در مسابقه یا در لیگ بزکشی حضور خواهند یافت. امیدوار هستم که مثل سال پار بدرخشد، چون پارسال هم لیگ بزکشی در مزار شریف بود، چون در مزار شریف به واقعیت یک لیگ بسیار فوق العاده بود از هر نگاه، از نگاه نظم هم خیلی خوب بود و تیم ولایت بلخ از ولایت سرپل شکست خورد و تیم ولایت سرپل به فاینال رفت، اما در فاینال در برابر بغلان بود فکر کنم مغلوب شد. پس شما با ما باشید و این جاده هم ببینید، ممکن است ما با ایست بازرسی پلیس هم سر بخوریم، برشان مطرح توقف می کنیم، بعد از این گذشتیم باز هم ادامه می تیم. پس هم
در بعض جای ما حرف میزنم، در بعض جای فقط شما نظارگر تصویر سرک عمومی از دروازه شادیان تا چوک شم باشد. ما را دنبال بکنید، ما میریم به میدان بزکشی، فکر میکنم که مقیمبای است، میدان بزکشی مقیمبای است. از آنجا برایتان گزارش میگرم. امیدوار هستم که این گزارش مورد توجه کسایی که عاشق بزکشی هستند و یک زمان در میدان های بزکشی حضور میافتند، اما فعلا شاید در خارج باشه و در خارج شاید بزکشی هم نباشد. از این خاطرش تشویش نکنین، ما این شما را پس میاریم به میدان بزکشی مزار شریف یا مقیمبای است، کی است نمیفهم، شاید مقیمبای باشه ولی ها. و شما را از نزدیک با اسب های رنگارنگ و چابک و چست و چالاک مرتبط میسازیم و نزدیک میسازیم، پس با ما باشید و تصاویرهای ایران را هم فراموش نکنید. بینیدای عزیز، امروز هوا خیلی سرد است اما باب بزکشی است. اینجا قسمی که ما پیشتر اشاره کردم میدان بزکشی مقیمبای است که هموطنان عزیز ما اکثریتشان اینجا به خاطر دیدن و یا تماشای بزکشی میه. فکر کنم ما در وقت آخر رسیدیم، شاید خلاص شده باشد، عصر است، همه مردم در حال رفتن است. بله، همه تو یک موضوع هستند. پیش بیاید جمشید جان، فکر کنم خلاص شد. چی اگست بای حتما امروز ما خیلی نوخت آمدیم. بینیدای عزیز، من بفهم که ساعت چند شروع میشه، خبرم ندارم. شما گفتم شاید بعد از نماز جمعه شروع شود. خب هر صورت این اسپا رو میبینین، هر کدام شاید بیش از چند لک افغانی ارزش داشته باشن. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، صحت من، خیر و خیرت، خلاص شد بخیر؟ آخر میشه؟ آخرشان مانده، ما باید یک اسب پیدا بکنم بالای اسب، همراه یکی از چوپاندازای عزیز ما مصاحبه بکنم. خلاص شد آجتای بزکشی؟ نمیدانم با چی مانده، نماز خونده رفته را اسم آزم دیم. برو با تصویر بکش، برو
بینیدای عزیز فکر میکنم که ولاغ آخر شد ما نه باشه حالا مردم بره به طرف نماز خواندن. ما هم مردم به تصویر میکشیم هم اسپاره باش که ما باید یک چوپنداز پیدا بکنم تا همراهشون مصاحبه بکنم برای اسبشون بالا شوم که ما جیران رفتن یار مو بچا واقعا اسپا خیلی کلان کلان است خوب کتا کتا است همه مردم تیت شدن ما هنوزم در جستجوی یگان اسب هستم تا اسب پیدا بکنم و با چوب اندازه عزیزم هم صحبت بکنم اما تو چکر میزنیم قدم میزنیم ببینیم که اونجا نماز عصر هم برگزار میشه فکر میکنم به خاطر نماز عصر شاید تفریح کرده باشن ببینیم کدام مهربان ما پیدا کرده میتونیم یا خیر که اسب بگیرم و همراهش مصاحبه هم بکنم من دار فرمی بیا دار فرمی دار فرمی بینیدای عزیز قسمی که ما پیشترم اشاره کردم میدان بسکشی مقیمبای هستم با یکی از چوپاندازهای مشهور که قرار است چند از بعد دوباره به میدان برود بیاین همراهشان معرفی شویم سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین بخیر سیعتمن خیر و خیرت نامتان نام من صبور پهلوان صبور پهلوان چند سال میشه که در میدانهای بزکشی هستین؟ یک 14 سال شده 14 سال شده؟ بله آن امروز کدام بزه به دایره حالا رسندین یا خیلی؟ بله آن رسیم یک 4 گوساله گرسیم 4 گوساله؟ بله آن پار سال اینجا لیگ بزکشی بود؟ بله آن در بنامیدگی کدام ولایت در میدان بودی؟ در ولایت مزار شریف مزار شریف؟ بله آن که باز در سرپل 1-0 فکر کنون باختن؟ بله بله برد و باخت هست دیگر آخر ولاغ مانده یا خیر؟ این مانده ولی قرار چند هفته بعد لیگ بزکشی در کابل برگزار شود بله شما اشتراک میکنین یا خیر؟
انشاءالله میکنیم بخیر. آماده هستین؟ انشاءالله. با نمایندگی تیم مزار شریف یا کدام ولایت دیگر؟ نه مزار شریف. رئیس بوسکشی ما هست، میرویس خان بودخیل. بودخیل؟ بله. این اسب از اونا هستن؟ این اسب از صاحب خلیل، حاج خلیل بغلانی هست. خواه. در ولایت مزار مشهور مربوط مزار شریف میشن. تشکر خیر. زنده باشین صبر پهلوان. چند لحظه بعد قرار است داخل میدان شوه. اگر کدام تکنیک بوسازی دارن میل میکنین، هر چی میکنین کامری ما در خدمت شما هست. نه ولی خب میل میکنین چی هست؟ یاست دورو یک تون وای صاحب سرور با سابق 4 5 سال رئیس بوسکشی ولایت. خب بله بله بله. تک اونم نام خود 4 5 تا است بار وای صاحب ملای صاحب بغلانی. بله بله بله. یعنی شما دا یک از سوار نمیشین؟ نه ما 5 6 تا سوار میشیم. 5 6 تا. بله. سپاس، زنده باشین. خواهش کامرمن خواهش میکنیم یک عکس هم بگیره. سلامت باشین. تشکر از آقارمای. شو آقارمای. بینیدای عزیز، به این میدان های بزکشی با واقعیت دویدن اسب هم دل و گرده میخواید. ما گرچه بستاز هم نیستم، بزکشی هم نکردیم، امیدوار هستم که با این اسب ها عادت بکنم. خب خیر، یک کارم محترم افغانمای با میدان بزکشی خوش آمد بگیم. محترم آیت الله اسحاق زاده. آیت الله اسحاق زاده از میدان بزکشی گزارش تهیه میدان مقیم بای گزارش تهیه کرده رئیس جهان. سپاس از محترم افغانمای که امروز چاپاندازای ما را میخواهد که یک دیگه بازدید کنه به امرای چاپاندازای ما. تشکر افغانمای، خوش آمده. زنده باشیم بخیر. بیا این مسئول اسباب گو بیا بینیدای عزیز، اینجا همراه یکی از شخصیت‌های بزرگ مزار شریف هستیم که علاقه‌مند بزکشی هم است و مطمئن هستم که خودش هم اسب دارن. بیاین همراهشان صحبت بکنیم. السلام علیکم. علیکم السلام. حاجی صاحب محترم خوب هستین؟ بخیر صحت من. اجازه هستم اینجا بشین یک چند لحظه؟ زنده باشین، بخیر باشین. نامتان حاجی محترم؟ اسم حاجی محمد سرور. حاجی محمد سرور، امروز در این هوای سرد آمدین به بزکشی؟ بله های خوشاق ما سر هر جمعه میانیم سرد میکنیم. حاجی صاحب خودتان هم اسب دارین یا خیلی؟ بله داریم. چند دانه اسب دارین؟ یک سه چهار تا اسب. سه چهار تا؟ بله. اسبای خارجی است یا داخلی؟ خارجی هم است، داخلی هم است. میگویند که اسبای خارجی هم است و داخلی هم است. امروز اسبتان کدام بوزه به دایره حلال رسان یا خیر؟ تانس خونه رسانده. چوپاندازا نامده چطور؟ چوپاندازای ما کابل است. راستی چند روز بعد قرار است که لیگ بزکشی هم در کابل برگزار شود. بنابر بندش سالنگ به تعویق افتاد. بله رفت. شما هم بخیر اشتراک میکنید؟ انشالله میریم. اسبایتان رفت یا هستن اوزا؟ اسبا نرفت، اسبا میره بخیر. به نمایندگی ولایت بلخ یا کدام؟ ولایت بلخ. خب سال پارم اینجا لیگ بزکشی بود، بودین بله. شما؟ بله ها بودیم. باز 1-0 فکر کنم سریپول از شما برد. بله ها، یک جنجال شد همیجا سریپول یک نمره گرفت، بازم جنجال شد، یک چاپاندازی ما در کدام در کلش که قمچین زد و جنجال شد و باز مزار نمره نگرفت و ماند. خیلی بینا برام جنجال کوچک شما باختین به اصطلاح. بله بله. آی برد و باخت داره دیگه. خودتان هم بخیر کابل میرین یا نه حاجی صاحب؟ بله ها میریم برای تماشا. برای چند سال میشه که اسب نگهداری میکنید؟ اسب ما خوب اسب نبودیم که اسب بوده در خانه ما. خواه وقتایی که دیخانی و چوپانی و میگفا بوده در سر زمین و زمینداری بازار که میرفتیم در قریجات ها در اولوسوالی ها بازار مردم سرک نبوده سر اسب بازار میرفته. فرض مثال یا اولوسوالی دولت آباد یا اولوسوالی بلخ حال معتر برآمده. بله اسب از قدیم داریم از سابق. میگوین مصرف یک اسب هم خیلی زیاد است. والا اسبی که کس خریده خور باشه در او زیاد است. کسی که دیقانه داشته باشه در اسب یک چهار سر جوابی کاره یک دو پل
علف بیکار خودی همو پورا میکنه جویش کام جو کو بیده میکنه دیگه یعنی شما خودتان میکارین بله آج صاحب شما یکی از سرمایه های مزار شریف هستین که همیشه با بودن شما میدان بزکشی هم تو گرم است خداوند شما رو همیشه داشته باشد شما زنده باشین اینجا دیگه برادر هم هست اسبای خوب خوب دارن آج صاحب ملا یوسف بغلانی نامشان هست بغلان هست خب میمان ما و شما است نه بغلانی میگن لیکن حال مزاری شده خواه خواه چند سال هستم فابریکه آرد دارن و خیلی قوم هستن این حالی باید خیلی تخلصشون رو تغییر بدن مزاری بگوین بغلانی نام کشیدن خب خوب بله 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 خب خوب اسپا دارن اینا ما میجا هستن شوقی هستن میاین خیلی روز هم میجا مقصد خمره تان هست بله خیلی یک دود خمره اجو سایب هم صحبت میکنیم اجازه هست؟ السلام علیکم اجو سایب خوب هستین بخیر سیعتمن خیر خیرت اجو سایب شما را خب معرفی کرد خودتانم یک دفعه نامتان را بگویم اسم من حاجی ملا یوسف هستم مزار شریف زندگی میکنم اصل وطنی ما بغلان است بغلان است چند سال در مزار شریف هستین شاید 15-16 سال میشه 15-16 سال تجارت میکنین بله تجارت میکنم در پاولوش اسب هم داره در پاولوش شوقی اسب و اسبداری هم داریم اکثر 4 دانه اسب داریم بله اسبای شما همین جاست یا رفته کابل نه اسبای ما همینجا است تا بنوز کابل پلان تان است بخیر ان شاء الله ببینیم دیگه تو باز به نمایندگی ولایت مزار شریف یا بغلان نه نه مزار شریف هستیم زندگی همینجا میگیریم همراه چپاندازا و همراه دوستا از دورای مزار شریف چون سکونت فعلی ما همینجا است همراه امینا هستیم تشکر امروز اسبتان کدام بوزه به دایره اعلی رسوندین والا از ما چپاندازای ما یک دو دانه سرار پهلوان و فرید پهلوان است اونا کابل رفتم به خاطر لیک اگه چپاندازای ما نیست قصد داریم که بخیر بعد از وقفه نماز یک دو دو سال دیگه ما چپاندازا است از پارو سوار کنیم شالا میکنه تشکر زنده باشین خدا شما را داشته باشین آرام باشین شما بخیر باشین تشکر از تشریف آوری شما زحمت کشین در هوای سرد خدا شما را عمر طولانی برتان نصیب بکنه آمین بینندگان عزیز پس چند لحظه بعد بزکشی دوباره پس شروع میشه جای افتخار است که ما فعلا در کنار بزرگای ما هستیم احساس غرور پیدا میکنم به واقع اینا شخصیت های خیلی رسیده البته از بود فرهنگی است چون بزکشی یک بود فرهنگی مردم سمت شمال و شمال شرق است پس شما هم منتظر باشین ببینیم که آخر الاغ کی به دایره حلال میرسند افغان مای خوبی شد افغان مای خوبی شد بینیدای عزیز شما همین لحظه در تصویر میبینید با واقعیت یک شور و هیجان داخل میدان است پایین رفتن یک ذره دل و گرده میخواه چون ما میترسیم که نشه خدا نخواسته زیر اسب نشویم همین لحظه کش کرده رای است سامان اسب است کش کرد برد ببینیم که به دایره حلال رسانده میتواند یا خیر باید منتظر باشیم امروز در یه آقای سرد واقعیت
همه مردم دلشان خیلی گرم است به خاطر دیدن بزکشی به این میدان آمده اند. از این میدان ما یک سال پیش بود یا تقریبا شش ماه پیش بود که هم گزارش گرفته بودیم. همه اسب سمن هنوز هم بز در زیر تقویمش است. ببینم که برده میتونه یا خیر. همین کسی که ایلان میگه اون نفر کجاش شد؟ به اون چی دیگه است؟ اون بالا است؟ خسته والا خسته بیا نه خسته بیا جب شد جب؟ بیا کمون از اونجا برای اونجا Oh, no.
بینندگان عزیز، خیلی مشکل است بزکشی. اینجا شما میبینید که آنقدر زور میزنه، زور آزمایی میکنه در این هوای سرد. شاید اونا خودشون گرم باشده اما بیرون هوا کاملا سرد است. ببینید که بالاخره کی این بزه به دایره حلال میرسنه. شاید آنقدر آسان هم نباشه به نظر من. باتن بینیدای عزیز، هوا امروز آنقدر سرد است، امشب قرار است برف یا باران بباره، به احتمال زیاد شاید برف باشه، اما در این هوای سرد آنقدر چوپانداز ها گرم است، آنقدر بیننده ها و تماشاچیان گرم است که اش دلشان کنده نمیشه که از اینجا یا از میدان بزکشی براین. ما باید متوجه حرکات اسب هم باشیم، اگر خدا نخواسته این تو آمدن دیگه نمیفهم که چی خواهد شد. خب هر تقدیر فکر بکنم از امو دایره او طرف آمدن. جمشو جان، امی لحظه خودت باید پشت سر بری که اگر مسیرش این طرف شد نشه که خدا نخواسته خودت با کامره گم بکنه. این طرف بیا جمشو جان، او طرف نرو، شاید این طرف برت امن باشه به نظر من. بینید عزیز، همین لحظه شما در تصویر میبینید که چوپانداز با هم در تقوم هستن، اما ببینید که کدام چوپانداز هستن، بفهم که بز پیش کدام چوپانداز هست. آورد، فکر کنم آورد، آورد کم مانده، ببینیم. بله 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 بله، بزه به دایره حلال رساند. باش که کدام چوپانداز است، باش کدام چوپانداز است. آخر اول یک هزار افغانی جایزه داره، اما این چوپاندازی که بزه به دایره حلال رساند نمیفهم که کی بود، نشناختم به واقعیت. حالا عظیم پهلوان بدن، عظیم چوپانداز، عظیم چوپانداز. این جوان شما سعی کنیم، بسیار خورد بچه است اما شوق بزکشی را دارن. آفرین نشان، یعنی بزکشی باید چوپانداز چی داشته باشد؟ قوت فیزیکی یا قوت دست داشته باشد که برا بزا بگیرن. فکر میکنم که بزا دوباره آوردن که نشه که ما را زیر پا بگیرن. باید متوجه باشیم. فکر میکنم ما بخیرم را می نگم کنم برس کامرامین ما را پیدا کنم، ما خودتا پیدا نکردم که کجا هستی. باید نه 2000 فکر میکنم بازم هنوزم نرسانده. رسانده. بله باش که این کدام چوپانداز است که کدام چوپانداز است نام شد بگیر. شمسدین پهلوان به سواری اسبی حاجی حبیب‌اللهی به دایره چند جایزه دارد؟ ببینیم که چند جایزه دارد. باید پشت سر بریم که
نشه که این طرف بیایه با وقت از بیرق دور ده بجور برسن آخر آخرست ببینم که کدام چوپنداز آخر واقع به دایره حلال می رساند. بینید عزیز ما همراه شما یک جا ای را باید ببینیم که حاجی عزیز الله سرپلی اکس هم بگی خواه یک در نزدیک به اکس بگی خوب هستین بخیر سید خوبی اکس بگی ها والا هوا سرد هست سلام علیکم با هم سبب که آخر آخر از هسته دیوی سیار کایف میکنم جبشه جان بگی تصویر بگی تصویر میبینید که آخر بار است بطرفونم بسیار بیروبار است ازدحام است آخر آخر میبینید که یکی قدایره حلال میرساند میبینید که یکی بدایره حلال یعنی در این هوای سر اینا انقدر گرم است که از کردن چین و لغت است نارگای پالان گوشان را در اختیار دارد یعنی نارگای پالان گوشان را در اختیار دارد در فکر میکنم آن شخص را بکی از نارگای پالان میکنه شما را پرده کی برای حالا یعنی زیر پای اصلا کاملا معلوم نمیشه بس ما دنبال میکنیم لحظه به لحظه همراه با شما دنبال میکنیم کجاستی جان جان بیا پایین بیا نیستر نزدیک پیش ما بیا نه تول نمیخورم این آخر آخر مامان کجاست بیا بیا اینجا بیا جبش جان اینجا بیا از پای سیاد شما هم از گفتی سیاد شما اسمایل ملازاده از اونا ما گزارش تایا کرده بودیم باز امور از اسپایشان گفت چیست گرمی است که پسان نکشیم اسپا خوی تو هست باز مکتون خیوال نواخ میشه اسپا خود دلیگ رفته چپ اندازای مزار زنگ زمین با چپ اندازای آه خورم بخاطر سالنگ به تاویق افتاد نه یک دو هفته بیا یک اکس بگی چی جم چی جم کوی اینجا اکس بگی که پشت سر اینا بیا که خوشم میاد زمان کسبی طرف و طرف میای ما هم میدوم یعنی
اینا باید چقدر احساساتی باشه، باید حرکت. بله 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 بله. امی کدام چوپانداز است؟ عبیدالله پهلوان. بسواری اسبی میگه ایشان نایی من نزم زیر تقوم است. ببینیم که با دایره حلال رسانده میتونه یا خیر. بیننده عزیز، یعنی شور و هیجان، ببینین باید متوجه حرکت اسب باشم. خدا نخواسته اگر این طرف آمد ما باید بگریزیم، چون یگانه گزینه نجات راه فرار است. با وقت راه فرار است، فرار باید برقرار اینجا ترجیح بدهیم موقتا البته. ندای من چون آخر الاغ است، هر کس تلاش میکنه که به نام خود این آخر الاغ به پایان برسه و به نام کسی که اسب دارد، چون اینجا اکثر کسانی که اینجا بای گفته میشه به اونا، اونا سه تا یا چهار تا اسب نگاه میکنن، نگه داره میکنن. هنوز هم ندیستی عبیدالله پهلوان است. باید بینیدوی عزیز اگر این طرف آمد باید ما بگرزیم که زیر عمیل اعظم میگه زیر تقوم عبیدالله است. با وقت با دایره حلال رساندن این بوز مانقدر آسان نیست بنیدای عزیز. اینجا باید قوت دستی و قوت فیزیکی داشته باشی، همین زورت خوب فول افشان باشه که کدام چوپانداز دیگه از پیشت این بوز نگیره. ما باید چهار اطراف نظارگر باشیم که این طرف اگر آمد ما خو رای فرار رو پیدا کردیم. امیدوار هستم که جمشید جان بگریزه که کامره زیر پایای اسب نیایه. واش که من قمچینه برش گرفته بودم. یک طرف اون طرف تر برین که زیر پای اسب است. موفق باشین. قمچینش غلطیده بود. اسب بدون قمچین کنترل کردنش با وقت خیلی مشکل است. جمشید جان خودت میتونی یک ذره پشت سر بری، خودت داخل نیایه، چون من میتونم خدا بکشم اما خودت تضمین کرده نمیتونم. نشه که خدا نخواسته طبق گفته خودت کدام فقره نکنی. بینیدهای عزیز هنوز هم آخر الاغ به دایره حلال نرسیده، خیلی طول کشید. ببینید که چند دقیقه دیگه طول میکشه، یعنی قریب است که شام هم شمه ولی هنوز چوپانداز ها یا چوپانداز نتونسته که آخر الاغ به این دایره یا به دایره حلال برساند. بعضی از دوستان که ما اطلاعات داشتیم و اونا اسب داشتن همینجا هم آورده بودن. باید آمد بینیدای عزیز. ببینیم که اناربای است، میگه اناربای پهلوان است. کی است؟ ناربای است، اناربای است. غلطید پس غلطید فکر کنم. مطمئن هستم که امشب شاید برفم بباره. با وقت هوا خیلی سرد است اینجا. دور زد ببینم که بله این طرف آمدن. از کامرمن خواهش میکنم که پشت سر بره، چون سرعت اسب قابل کنترل نیست. پشت سر برو که اینجا اسب بزنوزم. چی یک هیجان با وقت امروز در این میدان دیده می شود. من قسمی که قبلا هم گفتم که هنوز هیچ کس نتوانسته که یار غلاغ به دایره حلال برساند. حتی دیده نمیشه که در زیر تقوم کدام چوپانداز است. دیدنش مشکل است، مشکل هم نیست. خب من هم میشناسم اکثرت شانه. کم مانده بینید عزیز فکر کنم. نه آین دایره اونجا است. اینا اینجا زور ازمایی میکند ببینم کدام چاپانداز میتونه از قوت و قدرت فیزیکیش استفاده بکنه و به دایره حلال بزه برساند. به دست ناروای پهلوان است. بز ببینم که همون پهلوان میتونه این بزه به دایره حلال برساند یا خیر. در شاید 20-25 متری امو دایره حلال هستم بینیدای عزیز. من باید چهار اطراف کنترل بکنم که نشه خدا را خواسته که سرعت اسب این طرف زیاد شوه. اگر شد پشت سر برو. دایره حلال است که هر چوپانداز تلاش میکنه بوزه
به اینجا برساند. شاید شما دیده نتونید چون ما یک ذره از کامره دور آمدیم، ولی تلاش هر چوپانداز همین است که چگونه میتواند با تخنیک و با قدرت فیزیکی خود استفاده بکند و اینجا بزا به دایره برساند. ما باید یک ذره نزدیکتر این دایره برامون بینیده عزیز. این دایره است، این هر کس که بزا اینجا آورد اینجا که رسند اونو به اصطلاح برنده است. او کسی است که از زحمات و قوت فیزیکی و دست خود استفاده میکند و اینجا پوز بلایره میرستند. ما هنوز هم منتظر هستیم، منتظر آخر ولاغ هستیم ببینیم که کدام چوپانداز اینجا پوز بلایره حلال میرسند. بینیدای عزیز، آخر ولاغ کمال پهلوان چوپانداز یا کمال چوپانداز اینجا قسمی که ما پیشتر اشاره کردم دایره حلال است اینجا رسند و همه هموطنان عزیز ما چون امروز جمعه بود به خاطر تفریح و یا به خاطر دیدن بزکشی به این میدان آمده بود. شما در تصویر میبینید که همه کسا میرن به طرف خانه هایشان، ما هم باید بریم به طرف خانه ایمان و به خانواده هم رسیدگی بکنیم. امیدوارم که گزارش امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا گزارش بعدی که باز هم ما در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به خداوند میسپارم. خداوند حافظتان.